سلام و سلام و سلام، خوش اومدیم به قسمت 17 همه ماینکرافت سور وایرل مود. امیدوارم که تا حالا از مجموعه لذت برده باشین. اگه مپ منو دانلود نکردین میتونین دانلود کنید، چون قسمت 16 ها الان 17 ها الان دارم فیلم برداری میکنم. 16 یا 17 یادم نمید، هم 17 دارم. بهتر مپ 16 رو دانلود کنید و با من حرکت کنید. اونایی که مپ 16 و 15 رو دانلود کردن، من اینجا برای جستجوی آهن کنده بودم، رفتم پایین و بر حسب تصادف به یک چیز فوق‌العاده برخورد کردم که تعارف کنم از اسم عنوان ویدیو فهمیدین، یک معدن متروکه که در ماینکرافت به ندرت یافت میشه، ولی وقتی یافت میشه یعنی خیلی چیزای باحالی توشه. اینجاست، الان میخوایم بیام توش رو بگردیم. معمولا توش عنکبوت هست، پر تار عنکبوته. صدای زامبی اینا هم که میشنویم، پر تار عنکبوت و وسایلی که بعدا بهشون بعدا نیاز داریم. تجربه خیلی خوبی هم هست. بزنیم بریم وسایل مورد نیازمون رو، یه عالم خوراکی رو برداریم که بریم اونجا. اول بهتره که کلی غذا با خودمون ببریم، مقدار کافی چوب، گرچه اون پایین چوب هست. الان میریم با هم وسایل مورد نیاز درست میکنیم. بهتره که غذای زیادی با خودمون ببریم، بدون اول جونه برامون یکم تکثیر کنیم. و اینم بگم که من ماینکرافتم رو آپدیت کردم، نسخه 1.12 که خیلی بهتر شده و به جای اچیومنت ادوانسمنت داره و با زدن دکمه ای و میم تو اینونتوری همه دستورهای ساخت و خودش داره و این خیلی جالب توجهه. چند تا هیولا به بازی اضافه شده، توتی به بازی اضافه شده که باحالیه. بذارین کلی نون درست کنیم. اینطوری شد، 10 تا نون. یه نونم از قبل داشتیم که 11 تا نون. مرغ نمیخوایم، اینو نمیخوایم، کاغذ هم نمیخوایم، لپیس رو هم نمیخوایم. شمشیرامونو بذاریم با هم یکی کنیم. بعد از اینکه تو غار گشتیم و کلی چیزای خوب به دست آوردیم، شروع میکنیم به اینچینتمنت کردن و جادو کردن وسایلمون. تیر و کمون نمیخوایم، ولی تیرشو بذاریم باشه. تخمه نمیخوایم، اینا همه رو سر فرصت بعدا بهشون رسیدگی میکنیم. بذاریم کلنگ آهنی هم درست کنیم، یه دونه اون زیر آهن و اینا هم هست. اون زیر کلن خیلی خوبه، همه چی هست، نیازی خیلی نگران باشیم. چقدر به هم ریخته است اینجا. آهن هم میذاریم این تو، چوب هم که داریم. نردبون نمیخوایم. بکنم یه آماده رفته، چیزی یادمون نرفته. بعد چون خیلی کتک کاری میکنیم، بهتر یه شمشیر درست کنیم، شمشیر آهنی. و فردا صبح علل طلوع حرکت کنیم. چوب هم که داریم، یه شمشیر آهنی ذخیره هم درست کردم. بذاریم بخوایم تا فردا پاشیم بریم. اوکی، لیتس گو. اون پایین قرار باشید خیلی باحالی مواجه شیم که تا حالا اصلا باهاش مواجه نشده بودیم. از جمله پر تار عنکبوته و ما هم از تار عنکبوت خیلی قرار استفاده کنیم برای ساختن تیر و کمان. در حالت معمولی اگه جای نتونستیم
تارنکبوت بسته شده پیدا کنیم، یعنی باید عنکبوت بکشیم تا به دستش بیاریم، ولی اگه بخواین این کارو بکنین خیلی طول میکشه، یعنی باید دونه دونه عنکبوت بکشیم تا تارنکبوت به دست بیاریم. صدای اندرمن میاد. آره صدای اندرمنه. اندرمن نمیتونه جایی که سه تا بیشتر ارتفاعش بیاد. ببینید اینجا از قبل کنده شده، چقدر باحاله. بذاریم از اول شروع کنیم. اینا تار عنکبوته و بهترین راه کندنشون با شمشیره. با شمشیر میکنیمشون. قاعدتا برای کشتن، برای دست آوردن این همه تار عنکبوت باید کلی عنکبوت بکشین، که واقعا کار سختی هم با پیدا کردن همچین جایی میتونین تا آخر عمرتون هر چقدر تار عنکبوت دارین به دست بیارین. یک معدن کاملا متروک. من همیشه این کار میکنم وقتی معدنی چیزی پیدا میکنم، کلنی زندگی جدید اونجا درست میکنم. بذارین یه دونه کرافتینگ تیبل درست کنیم. این از کرافتینگ تیبلمون. یه دونه اجاق درست میکنیم و یه دونه هم صندوق. گرچه توی معادن ترک شده معمولا صندوق پیدا میشه و چیزای باحالی هم توش هست. این هم میمونه برای اینکه چیزایی که نیاز نداریم و توش ذخیره کنیم، که اگه مردیم احیانا دوباره بیاریم و ورداریم. تبر داریم. آره. میتونید چوبای اینجا هم جمع کنین، اینا که نردن. بعدم به درد میخوره خیلی هاشون و صرف جویی تو وقت و زمان میشه. همونطور که میدید آهن هست، ها لیول های پایین تر بریم چیزای بیشتری هم هست. بهترین ستون ها رو از سر راهتون وردارین تا دیدتون بهتر شه نسبت به اطراف. توی معدن ها مقدار خیلی زیادی ریل هم هست که با کلنگ همشون سریع جمع میکنم. صدای عنکبوت میاد. تو قارها یه سری عنکبوت هایی هستن بهشون میگن کیو سپایدر یا عنکبوت قاری، و با عنکبوت های دیگه فرق میکنن. یکم ریزترن ولی واقعا ازشون بدترن، چون اگه نیشتون بزنن در واقع نیششون سمیه، کلی براتون مشکل ایجاد میکنه و دمیجتون رو کم میکنه و مسموم میشین و احتمال اینکه شما رو بکشن خیلی بیشتره، چون خیلی هم فرستر و زبلترن. طلا پیدا کردیم، خیلی خوبه. طلا رو باید بکنن یه آهنی برداریم دیگه نیست. صدای اسکلت هم میاد. علامت گذاری هم نباید فراموش کنیم، برای اینکه معمولا اینجا خیلی پیچیده است، ممکنه به قار ختم شه، ممکنه به خیلی چیزای دیگه ختم شه. اینا اینجا ذخیره میکنیم که اگه مردیم همینا رو هم داشته باشیم. اینی که علامت گذاری خیلی مهمه توی قارها. علامت گذاریش گفتم توی قارها، در واقع منظورم علامت گذاری توی معدن ها بود، معدن های متروک. صدای زامبی میاد. روشمون هم همینه، من هر جا میرم سمت راستم مشعل میذارم و وقتی دارم برمیگردم هر جا که مشعل سمت چپم بود میفهمم که داره راه خروج رو نشونم میده. دو راهی هم که معلومه دیگه. بزنیم بلوک هم کوالتسون هم بذاریم دم دستمون و آماده شیم برای یک جستجو.
اونجا دیگه ممکنه هر چیزی پدیدار شه. ریل 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 اینجا چیز خاصی نبود. زامبی زامبی او این از آقای زامبی. یه چیز دیگه که راجع به عنکبوت تار عنکبوت بهتون نگفتم، زامبی بارونه، اینه که اگه به روی تار عنکبوت او اینجا رو اگه اینجا کانتر بود میتونستم همشون رو با یه M4 راحت ببندم به تیر. همین چی هم توی غارا پیدا میشه، توی معادن پیدا میشه، از اندرمن گرفته تا کریپر و چیزای دیگه. آساب ندارم. او طلا بزن اول بهتون نشون میدم وقتی برید توی تارنکبوت چی میشه. میچسبین بهش و آروم آروم ازش جدا میشین. او صدای ویچ میاد، جادوگر پلید. ببینید که چقدر شما رو کند میکنه وقتی میرید توی او صدای اسلایم میاد. طالب کنم اسلایم رو براتون معرفی نکردم. اسلایم ها موجودهای مکعبی هستن که امیدوارم توی این اپیزود بتونم نشونتون بدم. اونور صدای خطرناکی میاد، ولی بیام بریم ببینیم چیه. همیشه یه سوراخ میزنیم که اگه چیز بدی بود آسیب نزنه بهمون. اوه فکر کنم اسلایم رو پیدا کردیم. اگه اسلایم رو بکشیم اون اسلایم بال میده، خیلی چیز باحالیه. آخه چه بامزه. من آماده حمله. دی 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 دی. چقدر کمان داره. نکنید اسلایم رو که بکشین اسلایم بال میده اگه اینو بذارن. اینا مثل اینکه درگیری داخلی پیدا کردن با هم. کجایی عوضی؟ چقدر چیزه. خدای من اینجا بهشت ماینکرافت باز هست. الان این اسلایم ها کوچولو شدن. اسلایم اینه گنده است، اینا نمیتونن به من اتک بزنن. مکعبای گنده است هر کنون بکشین کوچیکتر میشن و وقتی بکشینشون میتونه بهتون اسلایم بال بده، میتونه نده. مثلا این نداد و این داد. خب من این شما بازی متوقف کنم. بابت تاخیر پیش آمده ازتون پوزش میخوایم. اصلا یادم رفت داشتم چیکار میکردم. هم داشتم سلایم رو توضیح میدادم. به اون 4 تا سلایم بال داد. ایول بعدا ازش خیلی استفاده میکنیم. اینجا رو یکم روشن کنم هیولایی چیزی نیاد. اینجا خیلی گنده. خب اینجا خوشبختانه یه صندوق هم پیدا کردیم. بهتون گفتم توی طول مسیر صندوق هم پیدا میکنیم. من میکم عدسه دارم ببینیم توش چیه. نیم تگ بوبه لپیس. او کلی دونه. ایوان دونه چغندر و ملون هندونه. اینا رو همه رو ذخیره میکنیم. لپیس نون هم که به کمکمون میاد. همه رو برمیداریم دیگه. یکم دیگه اینجا رو روشن میکنیم. یک دوست کماندار دیگه هم پیدا کردیم. حالا چطوری اینا رو برداریم؟ اون حالا بعد هم میذاریم کماندار رو. نه سیری شد بعد الان بزنیم. اینجا ببینم چطوری وقتی دفاع کنید نزدیک خودش تیر بخوره به سپرتون برمیگرده میخوره به خودش و به خودش دمیج داده میشه. در هر حال
نمیذارن کارمون رو بکنیم. برای اینکه واگن و این جعبه توش رو بردارین، چند بار با کلنگ بزنیم بهش و بهتون کلنگ و اون مشتقاتش رو میده. چون میگم کلنگ واقعا ضبط کردن و بازی کردن همزمان خیلی سخته، حواس آدم خیلی پرت میشه، شاید خیلی جا چرت و پرت بگه و نفهمه داره چی میگه. اوه اوه فار کریپر. اگه کریپر رو بزنید و قایم شین این پشت و در تماس مستقیم باش نباشین منفجر نمیشن. این هم یه راهشه که الان نشونتون دارم. و باز هم واگن و باز هم واگن. خدای من چجوری میخوام راه برگشت اونو پیدا کنیم؟ اگه هم خراب کنید میتونید همه چیزهای توش رو یه ضرب بردید. عجب پربرکت این کار. جستجو در غار. تازه خیلی چیزای دیگر رو فکر کنم هنوز پیدا نکردیم تو غار. اونجا رو بعدا میگردیم، یکم آهن جمع کنیم. بهترین حالت اینه که الماس هم پیدا کنیم. بزنیم تو چه ارتفاعی هستیم؟ تو ارتفاع 16. اینجا هر لحظه امکانش که الماس هم پیدا کنیم. حتی حتی کسی که غار ساختن حتما خیلی شدش رو بردن با خودش. ما داریم تهمونده هاش رو جمع میکنیم. ردستون صدای این جادوگر پلید همچنان داره به گوش میرسه. ببینیم جا داریم اصلا. آره یکم دیگه جا داریم. یکم دیگه که چیز میز جمع کردیم همه رو میبریم میزیم تو اون صندوق کذاییمون که دستمون خالی شه بتونیم دوباره برگردیم بیم جستجو کنیم. میخوایم انقدر چیز میز پیدا کنیم بی خودمون رو خفه کنیم تا آخر عمرمون هیچی نخواییم. چقدر تارکه بود حالت عادی باید کلی برای این تارکه بود تا زحمت کشید بریم. اینطوری نه، البته اینم زحمت داره، امکان کشته شدن هست. بذاریم نون بخوریم تا میخواییم یک چیزی بخوریم. این موجودات پلید و کثیف میان اینجا. جریان آب هم خیلی زیله. چطوری؟ خیلی خوشحالم که اسلایم بال تونستیم پیدا کنیم. بعد تمام تمام میشه. تمام الماس الماس. چند تا الماس شد؟ ایال بازم هست. 6 تا الماس. میتونیم باشه شمشیر درست کنیم و شمشیرمونو جادو کنیم. چون همونطور که گفتم نمیصرفه وسایل آهنیمونو جادو کنیم. بهتره بریم جایی که شروع کردیم. نمیدونم چطوری از اون لوا منو میزنه. او هولی کراپ، یه زرهی داره واقعا. کشتنیم سخته، البته نه برای من. ها ها ها. اینجا رو بعدا باید سر فرصت بگردیم. معمولا جا به هم راه دارن، یعنی کنار اگه بریم نون بخوریم بازم یه نان دیگه. این هم جایی که ازش شروع کردیم به هم رفت. خب وصلمون رو بزنیم تو صندوق. هر چیز با ارزشی داریم. سلایم بال، این دونه ها، لپیس، الماس،
هر چیز با ارزشی که داریم رو میذاریم این تو، دو تا صندوق دیگه هم داریم، یه صندوق دیگه هم میذاریم چون قرار کلی دیگه هم چیز میز جمع کنیم، طلا پیدا کردیم، واگن، این حتی چیزی چرت و پرت هم میذاریم توش که دستمون خالی شه. و چون جون شمشیرمون هم همونطور که بهتون گفتم داره تمام میشه، یه شمشیر بهتر. Let's go. اینجا رو که گشتیم از این پایین بهتر میشه اینا جان. صدای اندرمن از هر سو به گوش میرسه. کاش کدو پیدا میکنیم، من یک کدو بذاریم روی کلمون اندرمن نمیتونه، نمیدونم شاید هم بتونه ما رو ببینه ولی بهمون کاری نداره. مشعل برم داره تموم میشه، تورچمون یکم ریل جمع میکنیم جد تنوع، یه نونم بخوریم که جونمون کم نباشه، همیشه جونتون رو پر پر نگرده. چهار نقاط تاریک هم روشن میکنیم که هیچ هیولایی ظاهر نشه. صدای اندرمن واقعا داره من میترسونه. وا اینجا رو نگاه کن، یه اسکلت عوضی همون بالاست. بذاریم دوتا اسکلت و زامبی رو بندازیم به جون هم، اگه تیرش فقط بخوره به این زامبی بذاریم توی یه خط قرار بگیریم. آها خوب شد، این دوتا افتادم به جون هم، ما هم اینجا خف کردیم. خب اسکلت برنده مسابقه شد، ما هم که اینو گرفتیم زدیم. او لپیس پیدا کردیم، ایوان تنها چیزی که تا حالا پیدا نکردیم من نتونستم نشونتون بدم امرالد بوده. البته چیز خیلی خاصی هم نیست، به درد نمیخوره خیلی، ولی داشتنش از نداشتنش خیلی بهتره. خوب جایی زغال پیدا کردیم، یکم مشعل درست کنیم، چوب هم که داریم. و میرسیم به اون ورش. عجیبه، خب تا جایی که میتونیم مشعل درست کنیم. من زبون بسته هم اینجاست. این مثلا اسپایدر معمولیه، اسپایدر قار نیست. اگه هم اسپایدر معمولی رو بکشیم یا پایین همو جون، یه خوبی که داره میتونه بهمون اسپایدر آی بده که توی درست کردن معجون خیلی چیز حیاتی، اگه هم نده هم خیلی مسئله نیست چون مزرعه اسپایدر آی توی دنیای ندر پیدا میشه. چون خوب هم درجا بهمون اسپایدر آی داد. جارو تا حالا توی بازی فکر نکنم، او بازم جبه سپانر دیده باشیم. ما هم سپان یعنی ظاهر شدن، از مقدمش بگم چقدر حلال زاده تا اومدم توضیح بدم پیدا شد. اوه اوه این همون قضیه که بهتون گفتم. خمشو نجس، اینا اسپایدر های قار هستن و میبینید که نیشش با من چه کار کرد، تو با من چه کار کرد یا های اسپایدر.
بذارین ببینیم چیزای خوبی توش رو اینو برمیداریم. اصلا چی داشتم میگفتم؟ داشتم سپانر رو توضیح میدادم. سپانر در واقع همونیه که اینجا دارید میبینید، یه یعنی قفسه توش میچرخه کنم بمیرم الان اینجا، ولی بذارین تا میتونم در برم. یه یعنی قفسه و هر اسپانر یک موجود خاصی رو اسپان میکنه و اینطور نیست که فقط ظاهر بشن، مثلا یه چیزی مثل زامبی یا یه چیزی مثل عنکبوت ظاهر بشه، بلکه ممکنه توسط اسپانرها ایجاد بشن. یه حالت قفس ماننده و هر چند ثانیه یه بار یه حویلا ایجاد میکنه. مثلا این اسپانر عنکبوت قاریه، اینجاست میبینیدش، میکنم یکی دیگرشون دوباره بیاد بچسبه ما. نیومده نیش میزنه نامرد. اسپانر زامبی داریم، اسپانر خیلی چیزای دیگه داریم. شو فقط اسپانر عنکبوت نیست، اسپانر اسکلت داریم. مثلا اگه هم بتره کوینش بزنینش با کلنگ بیارنش پایین، چیز خاصی نصیبتون نمیشه. اسپانر زامبی داریم، اسپانر خیلی چیزا داریم، ولی بعدا ترجیحاً در اپیزودهای آینده باشون کار خواهیم کرد. چطور برگردیم؟ فکر کنم برای این اپیزود کافی باشه. از این کریپرم هیچی به ما نماستید. بدم فکر کنم برای این اپیزود کافیه. اوه یه اسپانر دیگه بغلمونه دقیقا. خدا به خیر بگذارم. اینجا گیر کردم. اونجا بمون. اینجا طلا پیدا کردم. بس این طلا رو جمع کنیم. حداقل یه فایده داشته باشه تا اینجا اومدیم و این همه دمیج خوردیم. آها درست شد. الان در مسیر بازگشتیم. میکنم سمت راست اینجا باشه. آره رسیدیم. خب من این وسایل میذارم اینجا باشه، صندوقمونم باشه، فقط چیزی به درد بخورش رو برمیداریم با هم دیگه از این واگن. چیزی به درد نخور رو میذاریم اینجا باشه. نیم تگ، الماس، لپیس، طلا، دونه ها، این نمیتونیم برداریم. هیچ چیز به درد نخور گم شد. نیم تک خیلی چیز خاصی نیست، بعدا خودمونم میتونیم درست کنیم. بذاریم اینجا باشه، گناه داره. رفت کنم آماده رفتنیم. آره خب جستجوی خوبی بود. اسلایم بال به دست آوردیم که بعدا خیلی به کمکمون میاد. موجودات شبیه اسلایم ها توی دنیای ندرم هستن که با اونا هم روبرو میشیم. به من که این اپیزود خیلی حال داد، امیدوارم که شما هم لذت برده باشین. من برای اپیزود بعدی میرم خونه و وسایل رو میچینم و صبح هم برگشتیم. جبا خبری از حبید ها نیست. بعد شمشیر دیگه شروع میکنیم، همه چیمون رو حرفه میکنیم. زره های این چین شده جا ندارم، دارم این رو میکنم و کلی چیزای دیگه و وسایلمون آماده میکنیم که بریم توی دنیای ندر و اونجا هم مثل همینجا بتره کنیم و عالی باشیم. همین، امیدوارم که این اپیزودم بهتون لذت برده باشین. گلدن اپل هم به دست آوردم، حالا بعدا راجع به اینم صحبت میکنیم و تا اپیزود بعدی خدافظ میگیم.